اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف هشتم، توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان. مطابق با دستور کار هدف هشتم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف هشتم عبارت است از توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1. حفظ و تداوم رشد سرانه اقتصادی بر مبنای شرایط ملی، به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملی به حداقل 7% در سال در کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی. 2. دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری اقتصادی از طریق ایجاد تنوع، تولید محصولات جدید و یا ایجاد فعالیت‌های تجاری نوین و استفاده از فناوری‌های بروز شده و نوآوری، از جمله از طریق تمرکز بر بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا که از نظر کاری و یا اشتغال نیروی انسانی پرفشار هستند. 3. ترویج سیاست‌های توسعه محور که در حمایت از فعالیت‌های سودآور، تولید اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری تدوین شده اند و به ویژه از طریق دسترسی به خدمات مالی موجب شکل‌گیری و رشد فعالیت‌های تجاری خرد، کوچک و متوسط می‌شوند. 4. بهبود تدریجی کارایی منابع جهانی در حوزه‌های تولید و مصرف و تلاش برای جداسازی رشد اقتصادی از تخریب زیست محیطی در راستای چارچوب برنامه‌های 10 ساله مصرف و تولید پایدار در سایه رهبری کشورهای توسعه یافته تا سال 2030. 5. دستیابی به اشتغال شرافتمندانه، کامل و سودآور برای همه زنان و مردان، از جمله برای جوانان و معلولان، و همچنین تحقق پرداخت مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال 2030. 6. کاهش قابل ملاحظه تعداد جوانان بیکار، دورمانده از تحصیل و یا هر گونه آموزش تا سال 2030. 7. اقدام فوری و مؤثر برای ریشه‌کنی کار اجباری، پایان دادن به بردهداری نوین و قاچاق انسان و ریشه‌کنی و ممانعت از به کار گرفتن کودکان به بدترین اشکال، از جمله استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز
و در نهایت پایان دادن به همه اشکال کار کودکان تا سال 2030. 8. حمایت از حقوق کار و ترویج فضای کار امن و سالم برای همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجر و افرادی که به مشاغل خطرناک اشتغال دارند. 9. تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای ترویج گردشگری پایدار که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند تا سال 2030. 10. افزایش ظرفیت‌های مؤسسات مالی داخلی برای ترغیب و ترویج دسترسی به خدمات بانکی، بیمه و خدمات مالی برای همه. الف، افزایش هر گونه کمک در جهت حمایت از تجارت در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، از جمله در قالب برنامه چارچوب جامع ارتقا یافته در زمینه ارائه کمک‌های فنی تجاری به کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی. ب. تدوین و اجرای یک راهبرد جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای معاهده بین المللی کار سازمان جهانی کار تا سال 2030. رشد اقتصادی به بیانی ساده عبارت از افزایش ظرفیت‌های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت طی یک دوره زمانی معین است. اهمیت هدف هشتم از آنجایی است که تحقق سایر اهداف توسعه پایدار به طور مستقیم در گروه تحقق این هدف می باشد. کاهش رشد اقتصادی عوارض مختلفی در پی خواهد داشت که مهمترین آنها افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای دولت و افزایش فاصله با سایر کشورها است. از طرف دیگر، رشد اقتصادی پایدار نباید به زیان محیط زیست باشد. به همین دلیل است که هدف 8 جدا شدن رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست را مورد تاکید قرار می‌دهد. رشد اقتصادی و بیکاری رابطه مستقیم دارند. طبق آمار موجود، بیش از 200 میلیون نفر در سراسر جهان به ویژه جوانان بیکار هستند. اشتغال و رشد اقتصادی نقش مهمی در مبارزه با فقر دارند. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تاکید قرار می دهد. طبق این ماده هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خیش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خیش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر مزد برابر دریافت نماید. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خیش و خانواده خیش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد. مواد 6، 7 و 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 27 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار
در خصوص حقوق بنیادین انسانها در محیط کار نیز از جمله اسناد بین‌المللی حقوق بشری دیگری هستند که حق بر برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تأکید قرار می‌دهند. ممنوعیت کار کودک نیز در ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک و همینطور مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین‌المللی کار مورد تصریح قرار گرفته است. اصل 28 قانون اساسی ایران نیز می‌گوید که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین طبق اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. 6. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند. اصل 26 نیز به آزادی سندیکاها اشاره می‌کند و می‌گوید که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. علاوه بر این، در کنوانسیون‌های بین‌المللی به ممنوعیت برده‌داری، کار اجباری و قاچاق افراد نیز اشاره شده است. مطابق با ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاشته شود و بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود. ماده 8 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 34 تا 36 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 6 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز به صراحت بر ممنوعیت بردهداری، کار اجباری و قاچاق افراد تأکید می کنند. ماده 6 قانون کار نیز بردگی را ممنوع و اعلام می کند که بر اساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. حقوق برابر برای زنان در رابطه با اشتغال و ممنوعیت تبعیض جنسیتی در حقوق کار موضوع دیگری است که در ماده 11 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنین مقاول نامه های شماره 100 و 111 سازمان بین‌المللی کار به روشنی مورد تأکید جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.
اصل 20 قانون اساسی ایران بیان می‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.